من توی 30 روز سعی کردم تا پادشاهی مداخل ماینکرافت بنا کنم. خوش اومدین به این ویدیو اسم من ددی دویله و بریم که ویدیو رو شروع کنیم. لایک و سابسکرایب بکن لطفا. وقتی که بازی رو شروع کردم دیدم که یه جای برفی هستم و مثل هر ماینکرافت پلیر یه کرافتینگ تیبل درست کردم و شروع به ساخت وسایل سنگی کردم. کارم که تموم شد نیاز داشتم که تاون هال برای پادشاهیم درست کنم. پس شروع کردم به ساختش. بعد که رفت کردم متوجه شدم که فضایی که داخلش هستم برای پادشاهیم کافی نیست. پس رفتم تا دنبال بهترین مکان بگردم. سر راه می‌کشیدم و سری نقشه‌شو برداشتم تا گنجشو پیدا کنم. موقع گشتن یه خونه ایدم و سعی کردم کمی غذا درست کنم. اما زامبی اونجا اصلا بام حال نکردن و انداختنم بیرون. پس از برداشتن گنجشن تا پرنده ایدم و سعی کردم راهشو کنم که زمان خیلی زیادی برام خورد. هوا تاریک شده بود و یه ساختمون نزدیکم دم، ولی وقتی که رفتم توش همون موقع پشیمون شدم و در رفت. تو اون شب تاریک مجبور شدم با هیلا بجنگم که نتیجهش از دست دادن پرنده هم شد. خیلی ناراحت شده بودم ولی ناامید نشدم. همین دلیل به ماجراجویم ادامه دادم که بهترین مکان رو پیدا کنم. روز بعد از گذراندن راه طولانی و سختی های زیاد یه جای مناسب برای پادشاهیم پیدا کردم و شروع کردم به صاف کردن زمین. صاف کردن زمین که تموم شد بلاک اولی رو گذاشتم و اولین شهروندان پادشاهیم وارد شد. مرحله بعد برای پادشاهیم بود که یه خونه کارگر بسازم و ساختمش رو گذاشتمش رو زمین و بعدش تا صبح داشتم از شهروندان مقابل هیله ها دفاع میکردم. روز بعد کارگرم شروع به ساخت خونش کرد و چند تا آیتم بهش دادم. من هم بیکار رفتم چند تا هندونه کشم تا مشکل گشتگی ما حل کنم. مکان خونه کارگر ما هم عوض کردم تا جای بهتر خونه بسازه و شروع کردم تا به کارگر اسکرم کمک کنم. روز سوم تا اشرام یکم آهن واسه سریعتر شدن کارم جمع کردم. یه فارم گندم هم ساختم که به زودی دلیلش رو متوجه میشی. صاف کردن زمین خونه کارگرم هم تموم شد و شروع کردم که وسایل مورد نیازش رو بهش بدم. روز نهم فارم گندمم رو یکم بزرگتر کردم و بالاخره پس از 10 روز کارگرم خونهش رو تکمیل کرد و بهش دستور دادم تا تاون هال رو بسازه و رفتم که کمکش کنم. روز دوم چستامو یه جای دیگه بردم تا کارگرم اشتباهی خرابش نکنه. یه آیتم به اسم ریسورس اسکرول ساختم که آیتمایی که کارگرم نیاز داشت رو بهم میگفت. وسط کارم چند تا پیلیجر هم بزردم به شهروندان و مجبور شدم چند تا موضوع رو استخدام کنم، ولی متوجه شدم که دارن ازم دزدی میکنن پس دادم کشتمش. حقه. وقتش که انتقام بگیریم. قسمت نمیشه اینگار دست تو را بگیرم. عجب آهنگیه. یو لتس گو داداش پاشو داری چیکار میکنی؟ تمام شد آهنگ. حله داداش حله بنا بده باش. اوکی و تا آخر روز 10 نشستم و زمین رو صاف کردم. روز 11 تا 20 کار زیاد مهمی نکردم. یکم رفتم آهن جمع کردم و یه آیتم داخل بازی هست که تعداد قلب ها رو بیشتر میکنه، پس من استفادهش کردم و قلبام حدود 40 تا شدم. فارم هندونم رو هم یه جای دیگه منتقل کردم تا وسط کار خراب نشه. حالت سخته بازم از نرمال کردم هارد و قفلش کردم چون دوست دارم دهنم سرویس شه. و نشستم تا زمین رو صاف کنم و کلی آیتم بش کنم. سلام بچه ها، من حسین دوم هستم و قصد دارم برم دولکرافت، اما ایجکین گفته باید آدم کله گنده بشم. پس به کمک شما و این سیب زمینی دستم نیاز دارم. میپرسید چطوری؟ فقط کافیه لایک و سابسکرایب رو به فشار بدید. مرسی، من برم تا این بیدار نشده. روز 21 تا 24 رنگ قلبام زرد شده، یعنی قوی تر شده بودم الان. بالاخره صاف کردن زمین تموم شد و یکم وسایل مورد نیاز کارگرامو بهش دادم تا شروع به ساخت تاون هال کنه. چون بیکار بودم یه خونه کارگر دیگه شروع کردم که بسازم. یه تاجرم دیدم و چون خیلی دوستش داشتم زدم کشتمش و مثل همیشه باز شروع به صاف کردن زمین کردم. روز 25 تا 26 صاف کردن زمین تموم شد و در حالی که کارگرم داشت روی خونش کار میکرد شروع به ساخت یه برج مراقبت کردم تا
تا شهرنان عزیزم محافظت کنم. به کارگرم دستور دادم تا روی برج کار کنه و منم رفتم دنبال آیتمایی که برای ساخت نیاز داشتن. متوجه شدم که یه گل به اسم لیلی نیاز داشتم تا برج مراقبتم کامل شه. منم سعی رفتم پیداش کنم. سر رام به امارات برخوردم ولی وقتی خواستم داخلش رو ببینم باز بهم حمله شد. پس مجبور شدم فرار کنم. یه دونه کشتی هوایی هم دیدم و داخلش پر غلسون و هیولا بود. پس همش رو کشتم و اطراف رو لوت کردم. روز 27 از کشتی اومدم بیرون و گل که نیاز داشتم پیدا کردم. پس سری برگشتم و برج مراقبت رو کامل کردم. یه بنده خدای اومد داخلش و شغلش رو به عنوان شوالیه تنظیم کردم. یه شمشیرم دادم بهش. تصمیم گرفتم برای شهروندان یه خونه بسازم چون یه 3 هفته بود که کارت و خواب بودم. رفتم خونه رو بسازم ولی انگار بازی باد خورده و چون چیزی به اسم خونه پیدا نکردم. پشیمون شدم و شروع کردم که یه مزرعه بسازم تا شهروندان از گشتگی نمیرن. اما شب شد و مجبور شدم با مابا بجنگم. اول شوالیه هم مرد بعدش هم خودم. مشکل بدتر این بود که تختم هم نابود شده بود و مجبور بودم کل راهو پیاده برگردم. روز 28 با کلی گشنگی زیاد و سختی تونستم راهمو به پادشاهی پیدا کنم. سر راهم یه روستان دیدم که خیلی ازم پذیرای خوبی نکرد. ریسپانمو دوباره تنظیم کردم و نشستم میدونم فارمو بسازم. یه صدای ترساکم توی بازی شنیدم. اصلا نفهمیدم چیه ولی واقعا خیلی ترساک بود. روز 29 بیشتر هوا بارون و کارگرام نمیتونستن کار کنن. من داستان واقعا خیلی ناراحتم کرد بود و رو مخ بود. پس خوابیدم تو روز 30 بشه. وارد روز 30 و آخرین روزم شدم و تو سریع‌ترین حالت ممکن فصلی که کارگرام نیاز داشته رو بهشون دادم که فارم آخر سر ساخته شد ولی پارت بعدی بهتون میگم که چیکار میکنه. ولی باز هوا بارون شد. پس واسهام تا شب بشه و خوابیدم. مرسی که تو این 30 روز منو همراهی کردین. بیاین یکم شات از چیزایی که ساختم ببینیم و لذت ببریم.